دوحه قطر مقصد اولین سفر خارجی آقای عارف 5 روز پس از نشستن بر مسند معاون اولی رئیس جمهور. سفری از پیش تعیین نشده با هدف حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که روز چهارشنبه در اقدامی تروریستی در تهران به شهادت رسید. مشارکت سطح عالی جمهوری اسلامی ایران نشون دهنده اهمیت جمهوری اسلامی ایران به موضوع فلسطین، شخصیت شهید اسماعیل هنیه و این پیام رو به دنبال خودش داشته و داره که ایران یک نگاه بلند مدت و راهبردی به موضوع فلسطین و مقاومت داره و همواره در واقع به عنوان یک قدرت منطقه‌ای موضوع فلسطین براش یک مسئله مهم و اصلی هست. حضور در مسجد جامع شهر دوحه و شرکت در مراسم تشییع و تدفین شهید اسماعیل هنیه اولین برنامه آقای عارف در این سفر بود. مسجدی مملو از مقامات کشورهای منطقه و مردمی که در محکومیت ترور شهید هنیه این گونه فریاد زدند. نشون میده جهان اسلام نسبت به این قضیه کاملا موضع داره و هیچ کس هم نمیتواند در جهان اسلام موضعی مخالف با این داشته باشه. حتی اگر داشته باشم نمیتونه ابراز بکنه و امروز دنیا این حق رو به مردم ایران داده و خواهد داد که بتواند در واقع جواب صهیونیست رو محکم بده. سخنران مراسم خالد مشعل از رهبران حماس بود که بر خونخواهی اسماعیل هنیه تأکید کرد. سرانجام پیکر این شهید در منطقه لوسیل در حومه دوحه به خاک سپرده شد. در ادامه آقای عارف با حضور در دیوان امیری شهر دوحه پشت درهای بسته با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. مذاکرات در این فضای خیلی دوستانه و صمیمانه برگزار شد. روی مسائل منطقه‌ای صحبت کردیم که باید ارتباطمون نزدیک‌تر بشه، چون دیدگاهمون در خیلی از مسائل هم نزدیکه که چرا بتونیم به صورت مشترک مسائل منطقه‌ای رو دنبال کنیم، از جمله مسئله غزه و ضرورت رسیدن به یک آتش‌بس شرافتمندانه. نکته دیگه، ما اخیراً پیشنهاد تشکیل اجلاس فوق‌العاده وزرای سازمان کشورهای اسلامی را دادیم که خوشبختانه استقبال خوبی شد. در چند مورد دیگه مسائل منطقه هم صحبت‌های خوبی رو داشتیم. این سفر چند ساعته معاون اول رئیس جمهور ایران به قطر در حالی پایان یافت که رایزنی‌های ایران برای حل بحران غزه و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. امیر شایان مهر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه، قطر.